سلام به تحول با من عبدالعزیز سخی‌زاده خوش آمدید. 20 سال پیش با فروپاشی رژیم طالبان میلیون ها دلار به افغانستان سرازیر شد. بانک ها به وجود آمد و به مردم خدمات ارائه شد. اما این حکومت پس از 20 سال دوباره به دست طالبان افتاد و اکنون یک ماه می شود که طالبان به تمامی افغانستان حضور دارد و حکومت می کند و تقریبا از فرار آقای غنی هم یک ماه گذشت. در این یک ماه مردم چی کشید و برنامه های طالبان برای بهبود وضعیت برای مردم چی خواد بود؟ پیش از اینکه بریم با مهمانان بحث را آغاز بکنیم، یک گزارش داریم، میبینیم و برمیگردیم. نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد روی وضعیت حقوق بشری و کابینه جدید افغانستان برگزار شد. همه اشتراک کنندگان این نشست از احتمال گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان سخن میگویند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار میدهد که میلیاردها دلار کمک های کشورهای جهان که اکنون مسدود شده است و در صورت به رسمیت شناخته نشدن کابینه تازه، عدم و کمک این پول ها میتواند میلیون ها تن را در افغانستان به کام فقر و گرسنگی بیندازد و در کنار آن سیلی از پناهجویان را نیز به کشورهای دیگر آواره کند. میلیاردها دارایی و پولهای کمکی کمک کنندگان اعضای سازمان ملل متحد مسدود شدند. دولت طالبان از این پولها محرومند و اگر این وضعیت دوام پیدا کند، افغانستان به یک رکود اقتصادی شدید روبرو خواهد شد و میلیونها تن به فقر و گرسنگی مبتلا می شوند و ممکن افغانستان را برای نسلها به عقب براند. آمریکا به دنبال به قدرت رسیدن طالبان نزدیک به 9 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. ایالات متحده و متحدانش که طالبان را به رسمیت نشناختند از آزاد کردن این وجوه خودداری کردند. در کنار آن صندوق بین المللی پول نیز پس از سقوط دولت پیشین افغانستان از دسترسی طالبان به نزدیک به 440 میلیون دلار جلوگیری کرده است. مردم افغانستان انتظار دارند که این وعده ها و فشارها بر طالبان پابرجا بمانند تا از این طریق زمینه برای تشکیل یک دولت فراگیر که همه اقشار جامعه خودشان را در آن حس کنند فراهم شود. این دارایی ها متعلق به افغانستان است و باید برای افغانستان استفاده شود، نه به عنوان فشار یا محدودیت. شماری از نمایندگان کشورهای دیگر نیز در کنار اینکه از دولت تازه می‌خواهد که بر حقوق زنان و حقوق بشر احترام بگذارند، تاکید دارند که این گروه به آنچه که تعهد کردند عمل کنند. کسانی که قدرت را به دست گرفتند اکنون مسئولیت نهایی را به عهده دارند که امنیت را تامین کرده و به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارند. هر دولت جدید باید به تعهداتشان در افغانستان بر بنیاد قوانین بین‌المللی از جمله قوانین بشردوستانه پابند باشد. پیش از این برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده بود که اگر بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان برطرف نشود، ممکن است حدود 97% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند. در این باره با آقایان بحث میکنم. دکتر فضل هادی وزین، استاد دانشگاه از ترکیه با ماست. دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه از ایران و آقای جاوید جاوید، آگاه رابط بین الملل از کابل با ماست. مهمانان به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. آقای وزین، اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. پس از 20 سال جنگ، حالا گسترش فقر و بیکاری یک چالش دیگر به مردم افغانستان خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. من سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت استاد محترم دکتر سید نظری، محترم جاوید صاحب، نیندای محترم تلویزیون ایران. روز و سال سپاس میکنم از شما که ما را دعوت کردید و فراخوان دهید به این بحث مهم در تلویزیون وزیر مقرتان. بله، بعد از اینکه حرکت طالبان قدرت را در کابل به دست گرفتند و امروز به سرتاسر خاک افغانستان کنترل دارند، از یک طرف برای افغانستان یک فرصت بسیار خوب و بزرگ میسر آمده است تا پس از پایان جنگ که امروز در افغانستان صدای مرمی و خمپاره و گلوله و انفجار اتحاد شنیده نمی شود، این فرصت برای مردم افغانستان به میان آمده است تا با استفاده از درس‌های گذشته، با مثبت نگری، مثبت اندیشی، امیدوار بودن به آینده و با اراده و عزم قوی و برنامه ریزی و همدیگر پذیری و تحمل پذیری و همکاری و تعاون
افغانستان را از این بحران نجات بدهند. بدون شک پایان جنگ در افغانستان فرصت بزرگ است، برای اینکه در وجود جنگ انکشاف، توسعه، پیشرفت مفهوم و معنا ندارد. آنچه که شما بخواهید بنا بکنید جنگ از بین میبرد. اکنون چون جنگ پایان افتاده است، پایان یافته است، اون این فرصت وجود دارد تا به نظر من هم رهبری حرکت طالبان دوراندیشی بکنند، عاقبت اندیشی بکنند، به صبر و حوصله و تحمل پذیری کار بگیرند و از انحصار و احتکار قدرت و سلطه دست بکشند و به جای تمرکز بر زور برای راه یافتن به دلهای مردم تلاش ببرزند و برای یک حکومت خوب و حکومت تمثیل کننده ملت افغانستان ایجاد بکنند تا حکومتداری خوب در افغانستان به تجربه گرفته شود و افغانستان از این مرحله خطرناک تاریخ خود به سلامت بگذرد. همچنان به رهبران سیاسی، احزاب سیاسی، فعالین، رسانه ها، یعنی علما، دانشمندان، حتی آنانی که محرک طالبان اختلاف نظر دارند نیز لازم است تا برای خیر و فلاح افغانستان، برای نجات افغانستان با تمرکز بر مشترکات ملی که هم برای طالب قابل قبول است، هم برای همه مردم افغانستان از القاب و سمت و حزب و گروهی که باشد قابل قبول است، دست تعاون و همکاری دراز کنند با حرکت طالبان و حرکت طالبان و این فرصت را به طالبان بدهند تا امتحان بدهند که آیا با آنچه که گفتند و وعده سپردند وفا میکنند یا خیر. ولی وزیر با گذشت هر روز، با معذرت مرتضان را قطع کردم، ولی با گذشت هر روز ما ببینیم که نگرانی مردم بیشتر میشه و چالش ها بیشتر میشه، صدها بیشتر میشه برای مردم، حتی شمار نان خوردن ندارن. با گذشت یک ماه حالا مردم فکر میکنن که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه مردم با چالش های بسیار زیاد مواجه میشن. حالا دیدم میشه که این نگرانی حتی در سازمان ملل را هم زده و اونا به نحوی نگران است که افغانستان در حال رفتن به طرف خشکسالی است و حتی اونا نگرانی کردن و هشدار دادن. مردم توقعی از اون را نداشتن که پس از ختم جنگ با همچون چیزی مقابله بکنن و اونا تحمل جنگ را داشتن ولی تحمل فقر و تنگدستی را ندارن. از این سر آقای سخیزاده، من با شما هستم، شما حرف دل مردم را میگویید و یقینا آنچه را که شما گفتید این نگرانی در آهاد مردم افغانستان وجود دارد. حالا این مسئولیت و وجیبه و رسالت رهبری حرکت طالبان، حرکت طالبان در مجموع است که قدرت سیاسی افغانستان را به دست دارد تا با تجربه حکومتداری خوب با نگرانی ها و مشکلات مردم افغانستان پاسخ بدهد. اولین چالش فرارای حکومت موجود در افغانستان، حکومت طالبان نه، حکومت افغانستان، هر کسی که در کابل حکومت میکنه، حکومت جدید، این است که امنیت را تامین کند. امنیت تنها به مفهوم امنیت فیزیکی نیست که موبایل شما را کسی ندزدد، بلکه امنیت غذایی، امنیت دوایی، امنیت غذا، امنیت دوا، امنیت وظیفه، امنیت کار، امنیت فضای کار در افغانستان، امنیت سفر و رفت و آمد به افغانستان، امنیت تجارت، امنیت همه امنیت ها را حرکت حکومت موجود باید فراهم بکند. حرکت طالبان اگر تا پریروز، تا چند روز قبل یک گروه سیاسی نظامی و نظامی بود، امروز این حرکت در رأس حکومت قرار دارد. بنابراین مهم است که در قدم اول رهبری حرکت طالبان با واقعیت نگری واقعیت های جامعه افغانستان را ببینند و حرفهای غیر واقعی و که در حقیقت وجود ندارد چنین چیزهایی را تجربه نکنند و نگوید. و این یک مهمترین کار. این دوم، بعد از امنیت موضوع مصالحه ملی هست. حرکت طالبان درست است که از طریق زور و با زور تفنگ و کلاشینکوف افغانستان را زیر کنترل سلطه خود در آورده است، مگر که به کابل رسیدن و در ارک رسیدن و قدرت سیاسی را به دست آوردن و رادیو و تلویزیون ملی را در اختیار داشتن هرگز به معنای پایان کار نیست. و درست است که جنگ از نظر جنگ بالفعل در افغانستان هنوز به پایان رسیده است، مگر احتمالات بالقوه جنگ
اکنون بسیار زیاد در افغانستان وجود دارد. ممکن است که در هر گوشه افغانستان تدار افغانستان بینهای جنگ وجود بیاد. بنابراین حرکت طالبان باید نخود سینکاری که می کند به مصالحه ملی بپردازد، یعنی با مردم صلح کند. ما کسانی را که با طالبان مشکل دارند، با طالبان موافق نیستند، با آنان صحبت بکنند، حداقل قناعت آنها را فراهم بکند. حداقل است که در روی مشترکات این را بتواند که روی مشترکات ملی آنها را گرد بیاورد. یکی از ناکامی های اشرف غنی در گذشته این بود که نخواست یا نتوانست که احزاب سیاسی، شخصیت های جامعه افغانستان، افراد موثر در سلوجنگ جنگ افغانستان را روی یک پلتفرم جمع کند. حرکت طالبان اگر هم در این کار ناکام شود و این را نخواهد، یقینا من گمان میکنم که این کار درست و پیش نمی رود. همچنان 30 ثانیه برای من لطفا وقت بده. 30 ثانیه بس برای خاطر نقطه دیگری است که متاسفانه حکومت را کارکر طالبان اعلان کرد که با مردم وعده سپرد بود که حکومت همه شمول می باشد. متاسفانه این حکومت نه تنها همه شمول نبود، بلکه فقط که حکومت طالب شمول است. حتی طالب شمول هم نیست، بس یعنی بسیار شخصیت ها و کسان مردمی مناطق افغانستان وجود دارد. متاسفانه در این حکومت داخل طالبان حضور ندارند. این حکومت را باید اصلاح بکنند و این اشتباه را دوباره تکرار نکنند، به خاطر اینکه تکرار اشتباهات گذشته برای طالبان و برای افغانستان بسیار زیاد خطرناک و زیان بخش است. روی از او بحث میکنیم که حالا کابینه همه شمول است یا نه و برنامه ها برای بهبود وضعیت دارن یا نه. نظری صاحب، دیدگاه شما چی است؟ حالا فکر میکنید در چنین یک شرایطی که سازمان ملل نگران است و اونا به نحوی میگن که فقر و تنگ دستی در حال گسترش است در جغرافیای افغانستان، فکر میکنید طالبان برای بهبود وضعیت برنامه داره یا نه؟ نظری صاحب، سوال من متوجه شماست. دارم خدمت شما. درود بر شما. مهمانان برنامه جناب دکتر سید وزین و استاد جاوید و بینندگان محترم آریانا نیوز، من فکر میکنم که افغانستان با توجه به این که در یک تحول بزرگ قرار گرفته و یک روند غیر منتظره و غیر مترقبه اتفاق افتاده، هیچ کسی برای چنین وضعیت آمادگی نداشت. چون ما با یک رژیم توتالیتر و فاسد روبرو بودیم که حتی یک روز پیش از سقوط به گفته وزیر خارجه آمریکا و اونا اطمینان داده بود که تا پای جان مبارزه میکنند. بنابراین ما وقتی که با چنین روند روبرو شدیم و آقای اشرف غنی از افغانستان گرفت، عملا شیرازه نظام با تمامی وجوه آن فرو پاشید. بنابراین ما باوریم است که به تدریج این ظرفیت وجود داره که ما بتانیم تمامی فرایندها را مدیریت بکنیم، همان گونه که در واقع کابینه درون طالبانی که شکل گرفته و به منظور پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه و یک کابینه سرپرست نشان داد که طالبان هم به دنبال این هستند که هر چه زودتر در واقع فرایند را مدیریت بکنه و یک مرجعی در تمامی نهادها به وجود بیاید که مردم افغانستان از نظر امنیت روانی هم بتونه یک وضعیت مطمئن در مطمئن نظر قرار بده. بنابراین مهمترین مشکل در حال حاضر همونطور که شما در پرسش خود مطرح کردین، مسئله فقر هست و مسئله بحران اقتصادی هست که افغانستان در اثر یک فروپاشی همه‌جانبه با او روبرو شده و دارایی افغانستان در بیرون مسدود و بلوکه شده. اینا مشکلات اساسی مردم هست. من فکر میکنم که در اثر گفتگو، مذاکره و همچنین فرایند حکومتداری ما میتونیم بر این چالش ها فائق بیاییم. مهم است که عدالت اجتماعی و تنوع قومی، زبانی، مذهبی و هویتی در افغانستان نادیده انگاشته نشود، چون افغانستان یک جامعه تک قومی و تک زبانی و تک مذهبی نیست و این همه درک میکنند. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما بتانیم در واقع یک فرایند متکثر و متنوع را که واقعیت های افغانستان باستاب بته در داخل مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، برداشت ما ایست که در نهایت ما میتونیم بر مشکلاتی که در حوزه اقتصادی با او روبرو هستیم، در حوزه سیاست خارجی، به تدریج توجه جامعه جهانی و کشورهای مختلف منطقه را به افغانستان جلب بکنیم و این معضلی که امروزه مردم افغانستان به خاطر اقتصاد وابسته با او روبرو شده، او را برش یک راه حل منطقی و عقلانی جستجو بکنیم.
درست اگر بحث کشورهای بزرگ اقتصادی را بگذاریم برای تایم بعدی، ولی اگر فعلا روی برنامه های طالبان متمرکز باشیم، که حالا به نحوی ما حرفای آقای مجاهد را شنیدم، اونا گفتن که ما درک میکنیم که مردم در شرایط اقتصادی بسیار خوبی قرار نداره، اونا گفتن ما کوشش میکنیم که وضعیت را مدیریت بکنیم. حالا فکر میکنید که طالبان توانایی از این را دارن که این وضعیت را مدیریت بکنه یا نه؟ خب ما برداشتیم است که طالبان به دنبال تشکیل یک حکومت توتالیتر و تمامیت‌ها نیست و در واقع آنچه که در حال حاضر در افغانستان مشاهده میشه ناشی از وضعیت خاص و اضطراری هست که من پیشتر اشاره کردم به صورت غیر منتظره اتفاق افتاده و همین دیروز ما شاهد بودیم که چینایی ها در حدود 30 میلیارد دلار در ارتباط با مسائل حقوق بشری به افغانستان تعهد سپرد و در واقع کمکی از پاکستان به افغانستان در حدود 30 تن در ارتباط با مسائل خاروبار و مواد دارویی آمد و قبلا هم امارات متحده عربی و قطر چنین کمک‌های را مورد توجه قرار داده بود و امروز بحث در سازمان ملل متحد مطرح شد در ارتباط با مشکل فقر در افغانستان. اینا نشان می‌دهد که پس به تدریج داره توجه افکار عمومی در سطوح رسانه‌ای، دیپلماتیک و مسائل سیاسی به افغانستان جلب میشه. بدون شک افغانستان با یک تغییر رادیکال روبرو شده. ما فراموش نکنیم که مصالحه در افغانستان شکل نگرفت و آقای غنی بارها تلاش کرد که متاسفانه کارشکنی بکنه و ما از یک طریقی که در او در واقع باب مذاکره باز می بود و به گونه ای می تانستیم بر اساس یک مصالحه کلان که بر اساس تفاهم نظر و اجماع نظر تمامی گروه های سیاسی شکل می گرفت، چنین حادثه اتفاق می افتاد. بنابراین طالبان تمامی ولایت ها را از جمله کابل را تصرف کرد و قطعا ما با چنین وضعیت عملا روبرو شدیم که یک جناح تمامی قدرت در اختیار خود گرفت. ولی با وجود این تا حال را آنچه که ما از سخنگویان طالبان شنیدیم، اینا هرگز ادعا نکردن که ما به تنهایی میخواهیم تمام فرایند قدرت و سیاست در افغانستان در کنترل خود داشته باشیم. همیشه صحبت از اینا و سیاست گذاران اینا ای بوده که در واقع واقعیت‌های افغانستان از نظر ما دور نگه داشته نخواهد شد و در واقع باید برای ما فرصت داده شود تا این که ما بتانیم فرایند فوری مردم افغانستان را برش یک راه حل جستجو کنیم و بعد در میان مدت بحث ساختار کلان نظام مطرح است که آیا نظام صدارتی باشه، ریاستی باشه، نظام مختلط باشه، تغییر در قانون اساسی مطرح است، مکانیزم ها و همه پرسی که باید مردم افغانستان در او نقش داشته باشه. حتی در مصاحبه‌ای که سخنگویان از اینا با الجزیره داشته روی بحث انتخابات تمرکز کرده بودند که ما میخواهیم یک انتخابات سراسری منتها در زمانی که شرایط و بستر اجتماعی فراهم باشه برگزار شود. اینا نشان میده که در واقع طالبا به دنبال ای هستند که در واقع بحث پلورالیسم سیاسی در افغانستان مطمئن نظر قرار بگیره و به گونه نظام در افغانستان شکل بگیره که از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه و این میتونه مایه امیدواری و خوشبینی باشه برای آینده افغانستان. سلامت باشین نظری صاحب. جاوید صاحب، دیدگاه شما چی است؟ پیامد این فقر و تنگ دستی که حالا مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنه، پیامدش چی بوده میتونه برای جهان، جهانی که امروز به نحو نگرانی خود را ابراز میکنه از افغانستان، آیا جهان شاهد موجی از مهاجرینی که به خاطر فقر تنگدستی از افغانستان فرار میکنه خواهد بود یا نه برنامه های دیگری را به خاطر مدیریت کردنی وضعیت روی دست خواهد گرفت؟ بعد میریم روی که حالا بحث کابینه مطرح است و چقدر میتونه نقش داشته باشه. اتحادیه اروپا به نحو نگرانی ازی است که این کابینه و این حکومت هم شمول نیست. بسیار زیاد تشکر و درود به مهمانان شما. ما آنچه که اتفاق افتاده در یک ماه اخیر بسیار دراماتیک و غیر قابل پیش بینی بوده. بنان حتی تا به حال قسمت زیاد مردم افغانستان از این وضعیت در شوکه هستند و ناآرام و بیمناک از وضعیت اقتصادی سیاسی و آیندهشان هستند. حال پرسش مهمتر است که با توجه به وضعیت من نشانه های بسیار خوب نمیبینم، دوری های بسیار زیاد هم دیده نمیشه بنابر چند دلیل.
از لحاظ اقتصادی داخل اگر شما نگاه بکنید در آخرینش هسته که یار شورای امنیت سازمان ملل داشته میفهمیم که گزارش شده که داخل اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه بیشتر از 90% نفوذ افغان زیر خط فقر خواهند رفت. این نکته بسیار خطرناک و تهدید برای منطقه جهان و افغانستان است. نکته دوم، مهمان محترم از ایران گفتند که چین تعهد سپرده که 30 میلیارد دلار، به نظرم که 30 میلیارد دلار نیست، 30 میلیارد دلار است. بنابراین این نکته مهم. دوم، از لحاظ سیاسی اگر شما نگاه بکنید در حال حاضر افغانستان یکی از در حال منزوی شدن و متروک شدن است. شما میفهمید که کنسولگری ها و سفارت های کشورهای کلانی که بودجه عادی و انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته تامین میکردن، افغانستان ترک کردن، دیپلمات ها اینا از افغانستان بیرون شدن یا هم در حال بیرون کردن هستن، قسمت دیگه از اینا هم در رایزنی هستن که در افغانستان باشن یا نباشن، و این پیامد بسیار خوب برای وضعیت اقتصادی افغانستان در آینده نیست. یعنی کشورهایی که اونا حمایت میکردن به نحوه اونا رخت سفر بستن، و این از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک من فکر میکنم که افغانستان به انزوا میبرد. در همین حال اگر شما متوجه باشین، اگر کابینه را که بعدا سرز با جزئیات میشه صحبت کنیم، مشکلات شدیم که اکثریت حتی در داخل در منطقه کشورهای و فراتر از منطقه ابراز نگرانی کردن. شما میدانین که یک حکومتی که حالا از صدر تا ذیل مربوط به یک گروه باشه، شما بحث پلورالیسم سیاسی و مشارکت در قدرت و عدالت و تأمین اجتماعی را شما به نظر بسیار دشوار است که در باب صحبت کنیم. این نشانه های است. و دیگه شما اگر به فعالین مدنی، نهادهای جامعه مدنی شما میبینین، برخورد حداقل حکومت تازه تشکیل شده که طالبان میگه خب حکومت جدید است با مشکلات روبروست، اما برخورد اینا رو با رسانه ها شما میبینین، با خبرنگارا میبینین، با اعتراضات میبینین که اینا نشانه های خوب برای امیدواری نیست. اگر چنین ادامه پیدا کنم، فکر میکنم که مردم افغانستان با دشواری بیشتر روبرو خواهد شد و طالبا هم با مشکلات جدی تر روبرو خواهند شد. بنابراین من از وضعیت با توجه به این نشانه های سیاسی اقتصادی را که میبینم چندان امیدوار نیستم، مگر این که حکومت که تازه تشکیل شده رفتارش تغییر بده و ممکن که یک تحولات اتفاق بیفته که من بسیار بعید دارم میدانم. درست، شما گفتین حکومت باید رفتار خود را تغییر بده، ولی فکر نمی کنید که اخیرا مثلا کابینه خود را اعلان کرد، حتی کمک ها را از پاکستان و امارات دریافت کرد، فکر نمی کنید که به نحوی حالا در امید باز شده برای زی که افغانستان داره وارد یک فصل تازه میشه، یا نه شما میگین که موارد بسیار کوتاه مدت است و دوام نخواهد کرد؟ ای کاش من میتونستم با شما موافق باشم، اما با توجه به دلایلی که بیشتر با شما من اشاره کردم، وضعیت به طرف خوب روان نیست. شما با یک کمک بسیار کوچک از طرف دولت پاکستان، نمیدانم قطر و امارات و اینا، کمک های سالانه که بودجه افغانستان ضرورت به میلیاردها دلار داشت، بودجه عادی انکشافی افغانستان رو نمیتونن که با یک کمک هواپیمای که از طرف پاکستان یا کشورهای عربی فرستاده میشه جای رو پر بکنه. البته که خوب طالبا هم تلاش خواهد کردن که توجه کشورهای مختلف جلب بکنه، اما ما فکر میکنم عمل بستگی به عمل کردهای طالبا داره که تا به حال ما گفتیم نشانه های خوب دیده نمیشه، و این مشکل بسیار جدی در بابر طالبان خواهد. اگر طالبان میخوان که یک دولت مورد قبول مردم افغانستان منطقه و فراتر از منطقه سر برمین داشته باشن، باید تجدید نظر بکنه. اگر چنین ادامه بتن، من فکر میکنم که این پیامدهای خوبی را نخواهد داشت. در مورد کابینه که شما برش اشاره کردین، اگر میشه میتونم در این مورد توضیحات بتونم که چی مشکلات افغانستان داره، در غیر صورت میریم بفرمایید. کابینه را اگر شما ببینید که یک مسئله بسیار واکنش برانگیز شده، هم در داخل افغانستان سیاست مدارا شما میبینید که یک تعداد از اونا که حالا متواری هستن و بیرون از کشور به سر میبرن، اونا موضع گیری کردن در داخل افغانستان. در جمهوری پیشین شما دیدین، ایالات متحده آمریکا را شما دیدین واکنش نشان داد. حداقل چند مشکل بسیار جدی را کابینه امارت داره. یک، از لحاظ ترکیب قومی است که معمولا اطراف به اصطلاح دخیل در قضای افغانستان از روی ابراز نگرانی کردن.
شما اگر در گذشته این کابینه رو مقایسه بکنید با کابینه 20 سال گذشته داخل یک ترکیب قومی در امراحت میشد. یک عرف نانوشته از داخل در سپهر سیاست افغانستان وجود داشت که تقسیم به اصطلاح کرسی ها بر اساس قومیت بود. با آنکه مطلوب نظر نیست، اما حداقل تلاش بود برای از اینکه اقوام خودشان در آینه سیاست و قدرت ببینند. اما در کابینه فعلی شما میبینید که بغیر از یک ازبک و دو تاجیک بدخشانی در سطح بالا میبینید کس دیده نمیشه، اما ببینیم که کابینه شان در ادامه تکمیل میشه چه اتفاق میفته. یک از لحاظ ترکیب قومی برای مردم افغانستان سوال برانگیز شده که چرا اقوام دیگر نمیتونه که در سطح کلانتر، البته گفتم که نماینده ها یکی دو خواهر موجود دارد، اما شما هزارهای افغانستان، شیعه افغانستان رو میبینید که تا به حال در سطح رهبری وجود نداشته. 25 تا 30 درصد ما از قوم هزاره از لحاظ مذهبی پیروان فقه جعفری داریم. بنان از لحاظ ترکیب قومی کابینه طالبا با مسئله و پرسش رو برست. دوم از لحاظ ترکیب جنسیتی اگر شما نگاه بکنید به کابینه امارت، میبینید که تنها مردها است و به نحو مسائلی شما میفهمید که جامعه جهانی هم به این مسئله بسیار توجه داره و از طرف دیگه نصف به اصطلاح شهروندان افغانستان بانوان و زنان تشکیل میده که در 20 سال گذشته اینا کادرهای افغانستان بودن، درس خواندن، دارای تجربه هستن و میتونن که در توسعه افغانستان نقش بسیار مهم داشته باشه که میبینیم که نماینده زنها دیده نمیشن و این واکنش کشورهای مختلف هم برانگیخته و تا کمک هایشان منوط به این مسئله شده. سوم از لحاظ ایدئولوژیک شما میبینین، از لحاظ ایدئولوژیک همه اعضای کابینه رو میبینین مربوط به هم ایدئولوژی سیاسی رو میبینم، از لحاظ ایدئولوژی دینی وابسته به گروه طالبان، تحریک طالبان. شما از طیف های دیگر شما نمیبینین، تنها وابسته به گروه طالبان است. این مشکل دیگه است که من فکر میکنم که کابینه امارت با او روبرو است. بسیار تشکر جاوید صاحب، موضوعات خوبی را اشاره کردین. وزین صاحب، حرفای جاوید صاحب شما شنیدین، حالا شما رو فکر میکردن که یک خلای سیاسی به وجود آمده، با اعلام کابینه میتونه که این خلاها مدیریت شد و خلای اقتصادی هم پر میشه، دوباره بانک ها به فعالیت خودش آغاز میکنه، داد و ستد جریان پیدا میکنه، واردات صادرات اثر گرفته میشه، ولی ما شاهدش هستیم در این یک ماه هرچند روی موارد طالبان کوشش کردن که گام بردارن و گام برداشتن هم، حتی فعالیت های بانک مرکزی اثر گرفته شد، تو هنوز فعالیت ها گسترش پیدا نکرده، ولی دیده میشه که تلاش میکنن این خلاهای اقتصادی پر شود. ولی آقای جاوید گفتن که اعلام کابینه شان هم مشکل دارن، مشکل مذهبی دارن، قومیتی دارن، ایدئولوژیکی دارن. با توجه به این وضعیت شما نشانه های از آینده افغانستان میبینین که به طرف خوب شدن برد یا به طرف بد شدن؟ می‌بینید من تا حد زیاد نگران هستم در مورد آینده افغانستان، مگر این نگرانی من توأم و همراه با امیدواری و مثبت‌نگری هم است. همین که حرکت طالبان حکومت را اعلان کردن تا خلای قدرت و خلای ناشی از خلای قدرت مشکل سیاسی افغانستان تا حدی برطرف شد و حکومت اعلان شد، این یک گام مثبت هست. مگر گونه‌ای که حکومت اعلام شد و ترکیبی که حکومت دارد، مانندی که آقای جاوید بیشتر به تفصیل صحبت کردن و من نمیخوام اونا تکرار کنم، من گمان میکنم که اعلان حکومت به این شکل، به این ترکیب و به این ماهیت از چند خود حکومت خوب است، گام مثبت هست تا از حالت سردرگمی برای، مگر ادامه حکومت به این شکل و به این گونه شاید مصبر و مصبت هرگز مصبر و مثبت نخواهد بود و این حکومت نمونه ای از یک حکومتداری خوب نخواهد بود. برای اینکه عدل، عدالت که اساس و بنیاد بقا و استمرار یک دولت و سیستم حکومت است، متاسفانه در این ترکیب درست رعایت نشده است. اما این مهم است که حرکت طالبان نام حکومت را سرپرست گذاشتند و این را نیز وعده سپردند که این حکومت موقت هست و سرپرست است و حرکت طالبان به مردم وعده سپرده است که حکومت نقایص و کمبودی هایی را که در این حکومت وجود دارد در حکومت آینده جبران میکنند. من حالا میخواهم که
من هدف من این است ملت افغانستان باید بگویم که ما باید به آینده ببینیم، باید در مشکل در امروز و دیروز حسیر باقی نمانیم. خب حکومت به این گونه آمد و تأسیس شد، مطالبات وجود دارد برای اصلاح حکومت و تامین عدالت در حکومت و رعایت توازن در ترکیب حکومت برای اینکه حکومت ممثل ملت باشد، ممثل اقوام اطیاف مختلف مملکت افغانستان باشد، حکومت با در تخصص و تعهد در دو وجود داشته باشد تا این حکومت از پشتیبانی مردم برخوردار شود. پشتیبانی مردم، حکومتی که از پشتیبانی و حمایت مردم یا اکثریت مردم برخوردار نباشد، ادامه و استمرار آنیا ممکن نیست. اگر ممکن هم باشد با دشواری ها مواجه می باشد. بنابراین این حکومت باید اصلاح شود. اما ما در کنار مطالبه برای اصلاح حکومت و توصیه خیر و حرکت طالبان، بیایید مثبت نگر باشیم و برای نجات افغانستان از این بحران همکاری بکنیم. برای حرکت طالبان باید وقت داده شود تا ببینیم که آیا حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان اراده و توانمندی آنچه را که ادعا میکنند دارند یا خیر. همین یک ماه فرصت خوبی نبود وزین صاحب؟ یک ماه گمان میکنم که با توجه به من گمان میکنم حتی حرکت طالبان در یک وضعیت قرار گرفت که آن را پیشبینی نبود، پیشبینی کرده نمیتوانست. یعنی حکومت به گونه سقوط کرد، اشرف غنی به گونه کشور را ترک کرد و فرار را اختیار کرد که متاسفانه همان گونه که در وقت حکومت خود بر حق این ملت جفا کرده بود و خیانت کرده بود با تیم خود، در فرار خود هم نیز خیانت کرد به ملت افغانستان و به گونه ترک کرد کابل را که یعنی زمینه های خونریزی را وسایل ساخت. حتی ادعا دارد که من خونریزی نمیخواستم، اگر این است که اگر خداوند رحم نمیکرد زمینه های خونریزی و هرج و مرج بسیار خطرناک وجود داشت و الحمدلله نشد. بلند عرض من این است که یک ماه کافی نیست، نخیر یک ماه کافی نیست، دو ماه کافی نیست، سه ماه هم کافی نیست، مگر این مهم این است که حرکت طالبان باید حرکت کند. حرکت طالبان باید با همین کابینه که ساخته است خوب آغاز کند کار را و تلاش کند و اجتماعات گذشته را تکرار نکند، برود به سوی مصالحه ملی با طرز نیزه و تفنگ برای عوض حکومت کرده نمی شود، حکومت دور ادامه ندارد، تمام پیدا کرده نمی تواند. بنابراین حرکت طالبان باید با متانت، با دوراندیشی، با خیراندیشی مثبت نگری حرکت بکند و اشتباهات گذشته را در مورد آزادی بیان تکرار نکند، خبرنگاران را اذیت و آزار نکند، جلوی آزادی بیان را نگیرد، خواهران ما را، زنان را که نیمه پشمکر جامعه را تشکیل می دهد، از زندگی، از ساحه زندگی سیاسی اجتماعی تعلیمی افغانستان کنار نزند و منزوی نسازد و همچنان ذوق خود را به نام دین، بعضی از افراد طالبان ذوق شخصی خود را به نام اسلام و دین بر مردم تحمیل می کنند که نباید این کار را بکنند و مثلا الزام ساختن عمامه و لوگی که در زبان یکی از رؤسای معارف یکی از ولایات در مصاحبه آمده است، نه در اسلام اساس بنیاد دارد و نه ضرور است. بنان با این قشری بودن و با رسم و رواج را به نام دین و ذوق را به نام اسلام بر مردم تحمیل کردن، این کار ممکن نیست، نمی شود. اگر برای چند روز شود ادامه پیدا نمی کند و مشکلات ایجاد می کند. بنان حرکت طالبان خوب است که با هوشیاری، با زرنگی تمام تمرکز خود را بر لب و جوهر قضایا، بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود تنظیم امور تجارت افغانستان، اقتصاد افغانستان، تنظیم امور دولتداری افغانستان و این چیزهای اساسی و بنیادی به خرج بدهد و کادرهای مخلص و صالح را که متاسفانه اکثرشان کشور را ترک کردند که آنکه باقی مانده است آنها را استخدام بکند و تا کشور از این حالت از نجات پیدا کند. اگر فقط تنگدستی وضعیت خراب اقتصادی دوام کند، یقینا این عمر حکومت طالبان را کوتاه می سازد. درست. حالا به نحو کشورهای بزرگ اقتصادی هم نگران ازی است که افغانستان در آهسته آهسته به لانه های امن هراس افغانی مبدل می شود و حتی اتحادیه اروپا هم گفته که طالبان رابطشان را با القاعده حفظ کرده و بعضی موارد دیگر اونا گفتن که داعش در حال شکل گرفتن است. این موارد را پس از یک وقفه بحث میکنیم. یک وقفه. دوباره برگشتیم. نظر صاحب، حالا به نحو کشورهای بزرگ اقتصادی به این باور است که افغانستان داره آهسته آهسته به لانه های امن هراس افغانی مبدل میشه، در کنار از این اتحادیه اروپا امروز گفتن که طالبان رابط خودشان را با القاعده قطع نکرده و اونا رابط تنگاتنگ با هم دارن، در کنار از او یک نگرانی بزرگ دیگه ای که داعش در افغانستان در حال سربلند کردن است و همه نگرانی از این است که حالا به نحو بحث داعش و جنگ داعش در افغانستان شروع میشه. با توجه به این مسائل که حالا جهان به نحو نگران
تروریسم در افغانستان است. کمک هایی که همه خواب از او را میبینن بشمول طالبان پس از اعلام یک حکومت. حالا این کمک ها در افغانستان صورت خواهد گرفت و فکر نمیکنید که این موارد باعث میشه که جنگ افغانستان طولانی تر شود و حتی افغانستان خطر رفتن به انزوا را متوجه خودش میشه؟ خب نگرانی که امروزه در کشورهای عمدتاً غربی از بابت رشد و تقویت تروریسم به خصوص داعش مطرح میشه، من فکر میکنم که این انتقاد برمیگرده به خود کشورهای غربی. اولین اشتباهی را که این قدرت ها شکل داد این بود که در پروسه بون واقعیت های سیاسی افغانستان نادیده گرفته شد. در اونجا هم طالبا به عنوان یک واقعیت افغانستان نادیده گرفته شد و هم حزب اسلامی افغانستان. و امروزه بعد از 20 سال ما شاهد هستیم که در واقع او واقعیت ها بار دیگه خود نشان داد و این میتونه یک درس خوبی برای امروز ما هم باشه که هر واقعیت را که ما نادیده بگیریم در نهایت میتونه به عنوان یک روند جدید یک روز خود تبارز بده. امیدوار هستم در واقع نظام جدیدی که شکل میگیره با فراگیری از گذشته بتونه تمامی واقعیت ها و تمامی بخش های متنوعی افغانستان را بازتاب بده. نکته دیگر است که باز هم امی قدرت های غربی که امروزه نگران هستند نه تنها غیر مسئولانه از افغانستان رفتن، بلکه طی 20 سال گذشته به جایی که یک دولت ملی رو در افغانستان تقویت میکردن در پی تحکیم یک دولت دست نشانده و وابسته بود و در واقع به جایی که ارزش های تاریخی و ملی افغانستان را برش مجال ظهور و بروز میدادن به ارزش های غربی فکر میکردن و برایند و نتیجه از او امروز آنچه هست که ما در تحولات افغانستان او را مشاهده میکنیم و مقاومت هایی که در برابر او تحمیل در واقع ارزش ها و دولت های دست نشانده و تحت الحمایه صورت گرفت امروز به عنوان یک واقعیت برآمده. و آنچه که امروزه باعث نگرانی از اونانه که مردم افغانستان است که در واقع نوع مشکلی که امروزه در افغانستان به وجود آمده سرمنشه میگیره از عملکرد خود از همه قدرت ها از جمله ایالات متحده امریکا. مگر ایالات متحده امریکا نبود که با حکومت کابل پیمان استراتژیک و امنیتی امضا کرد و بعد برخلاف از این پیمان رفت در توافقنامه دوحه با طالبا در واقع یک توافقنامه دیگر شکل داد؟ خب این عملکرد پارادوکسیکال چرا نشان میده؟ نشان میده که رویه دوگانه در ارتباط با افغانستان صورت گرفته و بعدا هم به صورت غیر مسئولانه بدون اینکه کمک بکنه به یک روند توافق همه جانبه افغانستان ترک کرد که با یک فاجعه روبرو کرده. به این دلیل است که من پیشتر اشاره کردم که ما در برابر همه ما به شمول طالبا در برابر یک عمل یا یک روند در واقع غیر منتظره قرار گرفتیم و بسیاری از مشکلاتی که امروزه وجود داره من فکر میکنم به این دلیل حتی از ابزارهای اقتصادی امروزه شما را از این قدرت ها استفاده میکنه که وضعیت افغانستان را بغرنجتر و پیچیده تر بسازه. من باورم است که در حوزه سیاست خارجی ما باید فعال باشیم. تجرید و انزوا تحت هیچ شرایطی به نفع افغانستان نیست. افغانستان میتونه عضو فعال جامعه بین المللی باقی بمانه، هم تعهدات را از جامعه بین المللی کسب بکنه و هم یک سری تعهدات متقابل، چون ما در دنیای متقابل زندگی میکنیم، در عصر وابستگی متقابل، در عصر جهانی شدن زندگی میکنیم. نمیتونه یک کشور بدون در نظر داشت واقعیت های منطقه‌ای و بین المللی مدیریت بکنه فرایند های داخلی خود، به خصوص افغانستان که از نظر اقتصادی وابسته به کمک های بین المللی و جهانی میباشه. بنابراین برداشت ما است که اگر ما بتونیم در واقع آنچه که پیشتر مطرح کردم در ساختار نظام تمامی واقعیت های افغانستان را بازتاب بدیم و همچنین در کابینه دائمی افغانستان، چون کابینه که فعلا اعلام شده من اشاره کردم که اولا در اون طالبانی هست و ثانیا در واقع یک کابینه کوتاه مدت هست و سرپرست آنچه که از سوی طالبان اعلام شده و منظور پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه و اونا اعلام نکردن که در واقع این کابینه همیشه باقی خواهد ماند. بنابراین من فکر میکنم که ما همچنان باید به طالبا فرصت بدیم تا ای که در فرایند زمانی نه چندان طولانی
ما بتونیم یک فرایند را مطمئن نظر قرار بدیم که همونطور که من پیشتر اشاره کردم در یک کشوری که تک قومی و تک زبانی و تک مذهبی نیست تمامی فرایندهای متکثر و متنوع افغانستان را انعکاس بده. در صورت برداشت ما ایست که هم کمک ها از سوی جامعه بین المللی به افغانستان دوباره سرازیر خواهد شد، هم کشورهای منطقه زاویه نخواهد گرفته و در واقع ما میتونیم همون توازن در سیاست خارجی را برخلاف رژیم گذشته مطمئن نظر قرار بدیم که بخشی از مشکلات ما به خاطر عدم توازن در سیاست خارجی و روابط خارجی ما بود. در شرایط فعلا شما را نگران است که حالا به نحو اشتباهی بن تکرار میشه نظری صاحب حاشیه رفتن زنان و عدم حضور جوانان در کابینه فعلی، هرچند شما بگین که شاید در آینده کابینه تغییر بکنه افراد و اشخاص جابجا شوند، ولی فکر نمیکنید که به نحو این میتونه دیدگاه جهان را نسبت به افغانستان تغییر بده و جهان بگن که حالا طالبان به نحو قدرت را انحصار میکنه و نگرانی های جهان بیشتر از این باشه و افغانستان بره در انزوا، مردم شاهد فقر و تنگدستی باشه؟ حتی ما در گذشته ها تجربه از این را داشتیم، نقل قول ها شده از فقر گرسنگی، ازدواج های اجباری و کارهای شاقه، حتی اطفال می رفتن کار می کردن، فرار مغزها، جوانان می رفتن به ایران و کشورهای همسایه. ببینید تجربه تاریخی به ما یک نکته را بازگو می کنه بسیار هم صریح و هشدار دهنده و او عبارت از است که استبداد و انسداد در تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان جواب نداده و به همین دلیل است که من امیدوار هستم طالبان با درک دقیق تر از تحولات پیچیده افغانستان این انعطاف پذیری نشان خواهد داد به زودی و شرایط فعلی یک شرایط اضطرار هست، یعنی هنوز حتی جنگ در تمامی افغانستان برش نقطه پایان گذاشته نشده و مشکلات در ارتباط هم وجود داره با اینکه طالبان تانسته امنیت نسبتا خوب و مطلوب را نسبت به دولت گذشته در واقع به وجود بیاره. ما در همین غرب کابل در رژیم گذشته شاهد بودیم که هر روز یک مکان مورد تهاجم و انفجار و انتحار قرار می گرفت، ولی خوشبختانه بعد از آمدن طالبان چنین روند را ما شاهد نیستیم. بنابراین من پیشتر اشاره کردم که آنچه که تا اینجای کار شکل گرفته هم حاوی نقطه های قوت هست و هم نقطه های ضعف. نقطه های ضعف اینه میست که من پیشتر اشاره کردم که در واقع کابینه در اون طالبانی هست، منتها امیدواری است که این در واقع کوتاه مدت هست و سرپرست از آنچه که طالبا اعلام کرده و اونا در واقع تصریح کرده که ما میخواهیم واقعیت های افغانستان بازتاب پیدا بکنه. این میتونه مایه امیدواری برای ما باشه چون تمام ماجرا پایان نیافته. اما نقطه قوتی که وجود داره است که دیگه مثل گذشته در واقع او مبحث قومی با او شکل سخیفش مطمئن نظر قرار نگرفته که با تکدارای قومی، با معاملگرا، با زورمندا، با مافیا در واقع طالبان طرف شوه و افراد از اینا را در کابینه شامل بسازه، در حالی که افراد متخصص و شایسته ای که اینا واسطه نداشتن هیچگاه در کابینه های قبلی مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل بود که کابینه افغانستان پاسدار منافع ملی افغانستان نبود، بلکه همواره پاسخگو بود در برابر کسایی که اینا را با زور خود در واقع معرفی کرده بود. بنابراین من فکر میکنم که چنین فرایندی نمیتونه در افغانستان پاسخگو باشه و در واقع اشتباهات گذشته نباید تکرار شود، ناکامی های گذشته نباید تکرار شود. اگر ما بخوایم فساد همه جانبه را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم باید به استعدادها و ظرفیت ها و شایستگی ها و تخصص ها مراجعه بکنیم، نه اینکه لزوما در واقع از هر قومی افراد منصوبی به فلان تکدار و فلان در واقع دایدار رهبری و قوم که امروزه در کنارش هم نیست از اونا و کابینه معرفی شود، ولی افراد شایسته و متخصص در حاشیه قدرت باقی بماند. اما تاکید میکنم که در واقع کابینه افغانستان باید بازتاب دهنده تمامی هویت های سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی افغانستان باشد. بسیار تشکر نظری صاحب. جاوید صاحب، سه کار که باید طالب انجام بده در چنین یک شرایطی که بحث داعش مطرح میشه، بحث افغانستان که حالا به نحو جای برای تروریستان شده مطرح میشه، بحثی که افغانستان نره با انزوا، سه کار مهم و اساسی که طالب در چنین یک شرایط انجام بده و حداقل ما افغانستان باثبات داشته باشیم چی است؟ خب
خب من هم فهم که چقدر طالب ها باید متوجه خواد کردن نه مالایی ها رو شما بسیدید من دقل دو سه مورد اشاره میکنم یکی که طالب ها اشاره کنی پس از 20 سال جنگیدن و انتحار انفجار آمدن قدرت گرفتن والی مفکر میکنم که اگر طالب ها از این فرصت بسیار طلایی استفاده نکنن و 20 سال منتظر آمدن به کابل و گرفتن قدرت بودن مفکر میکنم اگر اشتباه بسیار استراتژیک و کلان برای طالب ها خواهد بود چون حالا فرصت برای اونا مساعد شده و خودشان رو فرمان نشان بدن نکته اولی که میتونن طالب ها در نظر بگیرن بحث در نظر گرفتن مشارکت و به اصطلاح برابری و عدالت در قدرت سیاسی است که همه اقوام افغانستان خودشان باید با شمول زنان و جوانان همه اطرافی که در افغانستان زندگی میکنه اینا باید خودشان در قدرت در داخل افغانستان ببینن دوم روابطشان با گروه های به اصطلاح توریستی مخصوصا القاعده که بسیار نمیفهم بعید به نظر میرسد تصور میش که البته توضیحات ضرورت داره کار نیست با اونا قطع کنه تا حداقل میتونه توجه کشورهای دیگر مخصوصا امریکا و نتو را جلب کنه سوم این که میتونه روابطشان با کشورهای غربی گسترش بتن و شما هم میفهمین که گسترش این روابط مشروط به شرایط است به طرف طالبان که بحث مشارکت زنان و حقوق بشر و تنوع مراعات کردن تنوع قومی و بحث در مجموع مشارکت در قدرت سیاسی و عدالت در قدرت سیاسی و بحث تقسیم قدرت در سیاست است که اینا مسائلی هستن که طالبان میتونن در نظر بگیرن و ممکن یک تحولات باز اتفاق بیفته اما من باز یک بار دیگر تاکید میکنم یک مقوله جالب است که مصداق وضعیت فعلی است که میگه بهار که سال که نیکوست از بهار پیداست بنابراین اتفاقاتی که در کابل در حال حاضر در حال متفق شدن است اینا نشانه های بسیار خوب نیست من بسیار خوشبین به وضعیت نیستم این وضعیت به طرف بدتر شدن در حال حرکت است با توجه به دلایلی که پیشتر ما عرض کردم خدمت شما بحث منزوی بودن افغانستان متروک بودن افغانستان قطع کمک های بین المللی مخصوصا شما میفهمید که بیشتر از 10 میلیارد دلار تنها ایالات متحده آمریکا منابع مالی افغانستان به اصطلاح مسدود کردن این نشانه های هستن که ما را به امیدواری زیاد نمیبره مگر اینکه باز تکرار میکنم که طالبا به تغییر رفتارشان توجه بکنن و یک تازی نکنن من فکر میکنم که راه معقول برای طالبا خود و اگر بخوان سر از امروز شروع بکنن میتونن آیا به نظرتون؟ تازه قدرت به دست گرفتن اگر اینا واقعا به چیزی که تعهد سپرده بودن حکومت هم شمول رو تشکیل میتن به حقوق زنان توجه میکنن به حقوق اقلیت ها مذهبی و قومی توجه میکنن چرا نه تازه اول کار است هنوز اولش خست برای طالبا بسیار خوب بسیار تشکر وزین صاحب حالا طالبان در جایی است که میتونه یک افغانستان با ثبات را بسازد کار که در 20 سال با سرازیر شدن میلیون ها دلار نشد فقر کاهش پیدا نکرد بیکاری کاهش پیدا نکرد حالا کار که در 20 سال نشد طالبان میتونه به نظرتان درست من وارد که آقای جاوید اشاره کرد گفت باید تغییرات حداقل بیاید و طالبان از انحصار قدرت دست برداره موارد خوبی را اشاره کرد و آقای نظری هم دیدگاه خودشان را داشت حالا طالبان اگر کوشش بکنند مواردی که ضرورت است و در 20 سال جامعه عمل نپوشیده اگر با انجام این کار میتونه یک افغانستان با ثبات را تقدیم مردم بکنه و یک نظام ایدئال که همه مردم خودشان را ببینه در نظام ببینید چند اصل ضرور است رعایت چند اصل ضرور است با توجه به آنچه شما فرمودید اول در 20 سال گذشته اراده برای آنچه که شما گفتید وجود نداشت آمریکا کشور استعمارگر بود اشغالگر بود افغانستان اشغال کرده بود و به خاطر اهداف خود به افغانستان خود چون که خود میگن آمده بودن برای دولت ساختن در افغانستان مثل که جو بایدن گفت نیامده بودن بلند ما مثل که بار بار در همان وقت تکرار میکردیم و میگفتیم از این تریبیون شما میگفتیم بار بار که امید بستن به آمریکا و دارو بستی امریکا و
و افرادی که آمریکا برای حکومت کردن به افغانستان وارد کرده بود از بیرون بیهوده است، بیفایده است و او هم نتیجه هم درست پیش می‌بینیم و درست ثابت شده است. دوم این است که ما از حرکت طالبان توقع معجزه را نداشته باشیم. حرکتی که تازه به قدرت برگشته است و تراکمی از مشکلات نابسامانی ها را به میراث بردند، حکومت فاسد، دستگاه فاسد، خزانه خالی، کشور جنگ زده، بنابراین ما باید واقعیت نهان گونه که از طالبان میخواهیم واقعیت های جامعه افغانستان را رعایت بکنند، ما نیز ملت نیز باید خواه های افغانستان نیز واقعیت نگر باشند، از طالبان خواهان مجزه نباشند. سوم این است که حرکت طالبان باید راست بگویند، اخلاص بکنند، با آنچه که گفتند وفا بکنند و اراده اصلی خود را برای اراده و عزم خود را برای اصلاح نظام سیستم در افغانستان به نمایش بگذارند. ولی آقای جان میگن سال که نیکوس از بهارش پیداست، اونا میگن ما نشانهای خوبی را نمیبینیم. هنوز بهار نشده، هنوز ما در زمستان قرار داریم، هنوز بهاری نیامده است، بگذارید بهار بیاید. بنابراین حکومت طالبان باید یک اشتباه تاریخی را در تشکیل کابینت طالبان سر زد که نه با این را باید اصلاح کنند، چون حالا گفته می شود که این حکومت موقت است، خدا کنه که موقت باشد، سرپرست باشد و مانند حکومت اشرف غنی، حکومت قبلی طالبان، حکومت سرپرستان برای چند سال دوام نکند. خوب است که این حکومت سرپرست باشد، در تجدید کابینه اصلاحات بیاورند. چهارم این است که چک از یک دست نمی شود. رهبران سیاسی، میدیا، رسانه، مردم هم مسئولیت دارند تا همان گونه که از طالبان توقع دارند که سینه فراخ داشته باشد، انعطاف‌پذیر باشد، مردم و نخبه های سیاسی افغانستان به شمول ما نیز باید سینه فراخ داشته باشیم و تحمل‌پذیر باشیم، دیگر پذیر باشیم و انعطاف‌پذیری نشان بدهیم. وارد کاری که مشترکات افغانستان با وجود اختلاف نظر با طالبان و نهج پالیسی طالبان، با وجود با بلند کردن صدای اصلاح و انتقاد و نقد سازنده، ما باید در مشترکات با حکومت با طالبان همکاری بکنیم و صبر داشته باشیم. بنا و همچنان جامعه جهانی باید و مانند گذشته چهار اشتباه نشود، واقعیت های جامعه افغانستان را در نظر بگیرد، به جای تعذیرات وضع کردن بر افغانستان و حکومت افغانستان و به جای منجبت کردن دارایی های مردم افغانستان در این شرایط حساس، باید با مردم افغانستان کمک بکنند و کاری نکنند. یعنی شما میگید بهار هم در راه است، مردم بهار را هم میبینند. یعنی امیدوار هستیم بهار در راه است. انشاءالله طالبان یک چیزی را ثابت کردند، با وجودی که تشکر. زیاد تجربه حکومت گذاری ندارند، لیکن مردم های ساده و بی‌پرایه و مردم های فاسد نیستند، دوست نیستند و مردم های ساده هستند، با آنچه که میگویند بیشتر عمل میکنند، عملگرا هستند. امیدوار هستم که طالبان تنگ نظری نکنند، تکندشی نکنند، احتکار نکنند، انصاف نکنند و عدالت اجتماعی را رعایت بکنند و انشاءالله در نتیجه امیدوار هستیم که ما مثبت نگری به سوی نجات افغانستان از این حالت برویم. بسیار زیاد تشکر آقای وزین، آقای نظری و آقای جاوید. ممنون هستم از حضور تک تک شما بزرگواران و ممنون که تا این دمیرندی برنامه تحول بودید. شبتان خوش، خداوند نگهدارتان.